خب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض سلام و ادب و درود و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم و تشکر میکنم از حضور عزیزان و بزرگواران علاقمندان به فرهنگ و ادب فارسی و خداوند بزرگ رو شاکر و سپاسگزار هستم که همچنان این توفیق وجود داره که در خدمت دوستان هستیم و از حضورشون لذت و حظ وافر میبرم. من با همین مقدمه کوتاه میرم که انشالله چیز رو شروع بکنم، خوانش غزلیات رو شروع بکنم. اولم طبق معمول از جناب سعدی شروع میکنیم و پیش میریم تا ببینیم که انشالله تا به کجا میرسیم. میفرماید که زهی رفیق که با چون تو سرو بالایی است، که از خدای بر او نعمتی و آلایی است. هر آن که با تو دمی یافته است در همه عمر نیافته است اگرش بعد از آن تمنایی است. هر آن که رای تو معلوم کرد و دیگر بار برای خود نفسی میزند نبس رایی است. نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی، نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی، نه عارف است که هر روز خاطرش جایی است. مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی، مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی، که هر که با تو به خلوت بود نه تنهایی است. به اختیار شکیبایی است و نتوان بود، به اختیار شکیبایی است و نتوان بود، به استرار توان بود اگر شکیبایی است. نظر به روی تو هر بامداد نوروز است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. خلاص بخش خدایا همه اسیران را، مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است. حکیم بین که برآورد سر به شیدایی، حکیم را که دل از دست رفت شیدایی است. ولیک عذر توان گفت پای سعدی را، در این لجم چو فرو شد نه اولین پایی است. خب میبینید که جناب سعدی حالا یه بخشی از غزل رو خطاب به معشوق داره صحبت میکنه، یه بخشی از غزل رو هم به طور کلی نجوا میکنه و یا یه بخشی با خدا صحبت میکنه، یه بخشی هم با مخاطبانی مثل من شما داره حرف میزنه. حالا ببینیم که چی داره میگه. اول از همه میفرماید که زهی رفیق که با چو تو سرو بالایی است، که از خدای بر او نعمتی و آلایی است. آلا یعنی هدیه، به اصطلاح چیزی که داده شده است به کسی. پس میگه که زهی رفیق که با چون تو سرو بالایی است، میگه خوش به حال اون کسانی که همراه با تو هستند، تویی که بسیار زیبا قامت هستی، که از خدای بر او نعمتی یا آلایی است. این با تو بودن در واقع موهبتی است الهی که به کسی توفیق با تو بودن داده شده است. هر آن که با تو دمی یافته است در همه عمر نیافته است اگرش بعد از آن تمنایی است. میگه که اگر کسی یک دم فقط با تو حشر و نشر پیدا کرده، با تو نزدیک بوده در تمام عمرش، همین براش کافیه. هر چیز دیگه ای که تمنا بکنه در واقع چیز بی خودی رو تمنا کرده از خداوند. همون خواهد که یه دم با تو بشه کفایت بکنه برای تمام عمری آدم. خب هر آن که رای تو معلوم کرد و دیگر بار برای خود نفسی میزند نبس رایست. رای یعنی نظر. خب و به اصطلاح میگه هر کسی که به قول معروف تو رو درک کرد، خب هر کسی که دور تو رو درک کرد، اگر بعد از آن برای خودش نفسی بزنه، این درک درستی رو پیدا ندارد، شناخت درستی را جهان هستی. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که در جهان هستی فقط یک منظور وجود دارد و اون که تو رو درک بکنی.
هر کس تو رو درک کرد دیگه نیازی نیست که هیچ چیز دیگه رو درک کنی. اگه تو رو درک کرد، اینه همه چیز رو درک کرد. نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی، نه عارف است که هر روز خاطرش جاییست. دیگه عاشق کسی نیست که هر لحظه نظرش به کسی دیگر باشه. یعنی چی؟ یعنی عاشق واقعی آن کسی است که فقط یک کشناس است، یک معشوق رو میشناسد و از ابتدا تا انتها به دنبال همون معشوق خاص خودش هستش که حرکت میکنه. و آدم عارف هم هر روز خاطرش یه جا نیست، فقط در یک جا متمرکزه و اونم همون معرفت الهی است، یا به صلا معشوق الهی ازلی ابدی است. خب مرا و یاد تو بگذار و کنج تنها، که هر که با تو به خلوت بود نه تنهاییست. میگه ببین منو با یاد خودت و کنج تنهایی کنار بذار، پس من در یک گوشه فقط با یاد تو باشم. چرا؟ به دلیل این که هر کس که با یاد تو زندگی کند اساسا تنها نیست و به اصطلاح یک مونس و همدم همیشگی با خودش دارد. به اختیار شکیبایی است و نتوان بود، به اضطرار توان بود اگر شکیبایی است. میگه که من که به قول معروف به اختیارم نمیتونم از تو شکیبایی داشته. شکیبایی از کسی داشتن یعنی که تحمل دوری او را داشتن. میگه پس من به اختیار که نمیتونم از تو به سر شکیبایی داشته باشم، تحمل دوری تو رو داشته باشم، اما اگر اضطراری وجود داشته باشد، اگر شکیبایی داشته باشم، به اضطرار میتونم از تو شکیبایی کنم که همون شکیبایی رو چی باز ندارم. نظر به روی تو هر بامداد نوروز است، شب فراق تو هر شب که هست یلدا است. ببین چقدر قشنگ این به اصطلاح تضاد رو، روز و شب رو به کار برده، نوروز رو و یلدا رو به کار برده. چقدر زیبا، شب یلدا روز نوروز. میگه که اگر من هر روز صبحی که به تو نگاه کنم اون روز نویست برای من. یعنی چی؟ یعنی زندگی من نو میشه، زندگی من بهاری میشه، زندگی من آغاز میشه، روشنایی میشه. خب ولی هر شبی هم که بدون تو باشه واسه من شب یلداست. یعنی چی؟ شب درازیه، یلدا، سرماست، ناراحتیه، تاریکیه و و و و که دیگه داستانش خودتون میکنه. خلاص بخش خدایا همه اسیران را، مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است. دعا میکنه اینجا، میگه خدایا همه اسیران را آزاد کن به غیر از اونایی که در کمند به اصطلاح زیبارویی یا معشوقی گرفتار است. حالا این معشوق میخواد معشوق الهی باشه، تصور کنید، یا معشوق به اصطلاح زمینی و خاکی باشه. خب پس بنابراین اینم از این ماجرا ای داشته باشید. اما بعد میگه که حکیم بین که برآورد سر به شیدایی، حکیم را که دل از دست رفت شیدایی است. میگه حکیم بین که برابر سر به شیدایی. حکیم یعنی عالم، یعنی دانشمند، یعنی کسی که حکمت میداند، یعنی کسی که بر قوانین حاکم بر جهان هستی اشراف دارد و میتواند پدیده ها را تعبیر و تفسیر کند. کسی که بینش دارد، نه فقط علم دارد، علم و شعور، علم و درک، علم و خرد، این میشه حکیم. خب بی خودم نیست که میگن حکیم فردوسی، حکیم عمر خیام، حکیم نمیدونم سعدی. این هایی که میگیم حکمت، این حکمت رو درک میکنه. خب حکیم بو علی سینا مثلا، این همچین چیز. پس بنابراین میگه حکیم رو ببینیم که حکیم بی که برآورد سر به شیدایی. شیدا یعنی از خود بی خود. خب میگه ببین حکیم شیدا شده و از خود بی خود شده در وادی عشق. بعد میگه که حکیم را که دل از رفت شیداییست، حکیم را که دل از دست رفت شیداییست. میگه حالا خود حکیم وقتی که دلش را از دست میده و دلش در تسخیر عشق
تو قرار میگیره طبیعتا شیدا میشه، شیدا یعنی از خودش. یعنی حالا در وادی عشق چه تو حکیم باشی چه آدم عادی باشی، ولی در وادی عشق وارد بشی و دلت رو بوده بشه، دچار شیدایی میشی، از خود بی خودی میشی. بعد میگه که ولی عذر توان گفت پای سعدی را، در این لجب چو فرو شد نه اولین پای است. میگه بله، پس بنابراین ما میتونیم که عذر بیاریم که به اصطلاح سعدی چرا شیدا شده. حالا مثلا اگر سعدی را ما حکیم فرض کنیم یا آدم عادی فرض کنیم، فرق نمیکنه، با این توصیفاتی که من کردم میگه بله عذر هست که چرا پای در گل عشق تو فرو کرده و اونجا جا مونده و شیدا شده. ولی مشکل من اینه که این پای من که فرو شد، تازه فهمیدم که من اولین پا نیستم، او میلیون ها پا قبل از من در همین وادی و در گل عشق تو فرو رفته و عاشقان تو فقط من سعدی نیستم، بسیار آدم های دیگه هم هستم. این اولین هست. اما بیاییم سر غزل دوم. من عذر میخوام که یه خود تون دارم صحبت میکنم، برای اینکه غزل ها این بار یه خود بلندند و من باید سریع‌تر بگم که اون در چارچوب وقتم قرار دارد. خب میفرماید که مرا از آن چه که بیرون شهر صحرایی است، قرین دوست به هر جا که هست خوش جایی است. اینو متوجه میشین چی داره میگه؟ مرا از آن چه که بیرون شهر، یا مرا از آن چه که بیرون شهر صحرایی است، قرین دوست به هر جا که هست خوش جاییست. مرا از آن چه، یعنی به من چه مربوطه یا به من چه ربطی داره که بیرون شهر چیه؟ صحراییست. کسی که با دوست نزدیکه هر جایی که باشه اونجا جای خوبیه. یعنی بس بنابراین من وقتی که در کنار دوست و در کنار معشوق هستم، برای مهم نیست که توی صحرا باشم، توی چه میدونم توی گلزار و گلستان باشم یا در گوشه اتاق باشم، واسه من هر جایی که باشم فقط دوستم راه من باشه، اون واسه من که باید دارم. کسی که روی تو دیده است از او عجب دارم، که باز در همه عمرش سر تماشایی است. امید بست مدار و خیال دوست مبند، گرد به خیشتن از ذکر دوست پروایی است. چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق، به دست باش که هر بامداد یغماییش. چه تصویر سازی زیبایی در این بیت شده. به بوی زلف تو با باد عیش ها دارم، اگرچه عیب کنندم که باد پیداست. فراق صحبت دیوانگان کجا باشد، ترا که هر خم مویی کمند داراییست. ز دست عشق تو هر جا که می روم، دستی نهاده بر سر و خاری شکسته در پاییست. هزار سر به معنی به قامتت برسد، وگرچه سر به صورت بلند بالاییست. ترا که گفت که حلوا دهم به دست رقیب. دقت کنید این یه خود چیز داره، پیچش داره، دقت کنید. ترا که گفت که حلوا دهم به دست رقیب، به دست خیشتنم زهر ده که حلواییست. نخواست در سر من عشق در جهان آمد، که هر سری که تو بینی رهین سوداییست. تو را ملامت سعدی حلال کی باشد، که بر کناری او در میان دریاییست. چقدر زیبا. خب از بیت اول، مرا از اون چه که بیرون شهر صحراییست، قرین دوست به هر جا که هست خوش جاییست. میدونی این دیگه تعریف کردم، به من چه مربوطه که یا به من ربطی نداره، داره بیرون شهر یه صحرا یا قلو پر از کلم، واسه من مهم نیست. مهم اینه که اگر من قرین با دوستم باشم، معشوقم باشم، هر جا که باشم، تو زندانم که باشم، بازم جای خوبه. کسی که روی تو دیده است از او عجب دارم، که باز در همه عمرش سر تماشاییست. میگه مگه امکان داره که یه نفر که روی تو رو دیده باشه دیگه بازم بخواد به جای دیگه نگاه کنه؟ یعنی زیباتر از روی تو دیگه جایی وجود نداره در این جهان هستی که یکی بخواد مثلا جای دیگر هم نگاه کنه. مگه ممکنه هم تعجبه؟ امید وست مدار و خیال دوست مبند، گرد به خیشتن از ذکر دوست پروایی است. ببینید چقدر جالبه.
میگه امید وصل مدار و خیال دوست مبند. میگه امید به وصال دوست نداشته باش و خیال این که به صلاح دوست در قلب و روی تو باشه رو از به صلاح از ذهن خودت بیرون کن. گرد به خیشتن از ذکر دوست پرواییست. میگه که اگر کاری به غیر از ذکر دوست در به صلاح وجود خودت تصور میکنی، بنابراین دیگه امید این که به دوست برسی و نمیدونم خیال دوست رو در ذهن خودت داشته باشه، به این چیزا امید نداشته باشه. پس بنابراین فقط میتوانی به دوست برسی که غیر از دوست به اصطلاح پروایی نداشته باشه، فقط پروایی تو خود دوست باشه و ذکر او رو بده. جبر ولایت دل دست یا لشکر عشق، چقدر این قشنگه. جبر ولایت دل دست یا لشکر عشق، به دست باش که هر بامداد یغماست. آقا دیگه لشکر عشق وقتی که شهر دل رو چکار میکنه؟ تسخیر میکنه. حواست جمع باشه که از اون به بعد هر روز یک قارتگری در این قلب و روح تو اتفاق میفته. چقدر این تعبیر زیبا و شاعرانه است و جذابه. به بوی زلف تو با باد عیش ها دارم، اگرچه عیب کنندم که باد پیماست. میگه که من با به خاطر اینکه باد بوی زلف تو را به مشام من میرساند، من هر روز با باد عشق ورزی ها دارم کنم. فقط به خاطر اینکه بوی تو از کوی تو میاد و بوی تو رو بسمم بیاره. مثل حافظ که هر صبح منتظر باد سباست که از کوی معشوق بیاد و بوی او رو با خودش بیاره، میگه من هر روز با باد عشق ورزی ها دارم کنم. مهمم نیست برام که اینا مردم بگن که بابا این مثلا دستش به هیچی بند نیست، با باد داره مثلا صحبت میکنه، تو گویی که دیوانه است، تو گویی که حواسش پرت مجنونه. میگه مثلا این مهم نیست، من اونایی که درک نمیکنم که درک نمیکنم، ولی منی که بوی زلف تو رو از باد استشمام میکنم با باد عشق ورزی میکنم. خب فراق صحبت دیوانگان کجا باشد ترا که هر خم مویی کمند داماییست. به به دیگه که تو هر خم موت کمندیست برای گرفتار کردن یک دارا. پس یعنی به تعداد موهای سرت معشوق یا عاشق دانا دار. پس بنابراین تو کی میتونی از صحبت دیوانگان فارغ بشی؟ یعنی همه به تعداد موهای سر دیوانه عاشق خودت رو داری. برای تو هیچ وقت فراغت بال از صحبت و همنشینی با دیوانگان نداری، چون همه که عاشق تو میشن دیوانت میشن. ز دست عشق تو هر جا که میروم دستی نهاده بر سر و خاری شکسته در پاییست. میگه من از دست عشق تو و هر جایی که میرم میبینم یه کسی دست بر سر و خاری در پا در مسیر عشق تو چی شده؟ گرفتار و یا تو سر خودش داره میزنه و یا داره حسرت عدمی دیدار تو رو میخوره و یا خاری که در مسیر داره طی میکنه خارهای زیادی در پاش فرو رفته است. بنابراین عاشقان تو همچنان زار و نزار به دنبال تو هستم. من هر جا که میرم میدارم هزار سر به معنی به قامتت برسد و گرچه سر به صورت بلند بالا است. میگه بله سر خیلی درخت بلند بالا و زیبا و سرسبز و خوشتراش و با تراوت هستش، اما هزار تاشون هم که رو هم بذاری به قامت و زیبایی قامت تو طبیعتا نمیرسه. تو را که گفت، این هم خیلی جالب پیچش داره، تو را که گفت که حلوا دهم به دست رقیب. دیگه که کی به تو گفت که تو از طریق رقیب من یا نگهبان خودت به من حلوا بدی؟ رقیب یعنی رقیب دیگه، یعنی کسی که در عشق رقیب من یا مراقب منه که من به تو نرسم که یا بخواد زودتر از من به تو برسی، همچین چیز. دیگه من کی گفتم که تو از دست رقیب به من حلوا بده؟
به دست خیشتنم زهر ده که حلوایز تو با دست خودت به من زهر بده. ما حلوا نخواستیم از دست رقیب، تو خودت به من به صلاح بده هدیه زهر به من بده. این برای من شیرین تر از حلواست. یعنی چقدر زیباست، تعبیر فوق العاده زیبای شاعر. خب نخواست در سر من عشق در جهان آمد، که هر سری که تو بینی رهین سوداییست. میگه این عشق نسبت به تو فقط تو سر من یکی که نایمده، که هر سری که تو بینی رهین سوداییست. چرا؟ برای که هر سری رو که من ببینم میبینم رهین یک سودا. رهین یعنی رهن دیگه، یعنی طرف مغز خودشو قلب خودشو در رهن عشق قرار داده. یعنی چی؟ همه رو داده، درست مثل که یه خونه رو طرف رهن میکنه، مثلا چه میدونم خونهش رو طرف میده در ازای پولی که از طرف مقابل میگیره، میشه رهن خونه. میگه اینم قلب و روحش رو داده که اون عشق رو تو رو چکا کنه بگیر. نخواست در سر من عشق در جهان آمد، که هر سری که تو بینی رهین سوداییست. تو را ملامت سعدی حلال کی باشد، که بر کناری او در میان دریاییست. حالا این دیگه خطاب به من و به صلاح همزایی ها بود دوستانه، میگه که حلال نیست که شما ها منو ملامت کنید که آقا این چه حرفیه، چرا اینجور به صلاح خودتو خار و خفیف میکنید، چرا اینجور معشوق رو بزرگ میکنید، این چنین و چنان فلان. میگه برای اینکه من تو دریای عشقم و دارم غرق میشم و تو بر کنار آب وایسادی و داری تماشاگری. اگه تو هم مثل من بودی حال روزت از من چی بود؟ بدتر بود. خب اینم از این غزل. بریم سراغ غزل بعدی. فکر میکنم این غزل غزل معروفیه. یادم میاد که آقای اصفهانی گویا این غزل رو به آواز خوانده بود، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه میکنم بعدا تصحیح بفرمایید بندم. میگه دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق منالت قریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند ادیب نیست. هر کو شراب عشق نخورده است و درد درد آن است که از حیات جهانش نصیب نیست. یه بار دیگه، هر کو شراب عشق نخورد است و درد درد آن است که از حیات جهانش نصیب نیست. در مشک و عود و انبر و امثال طیبات، خوشتر ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست. صید از کمند اگر بجهد بلعجب بود، برنه چو در کمند بمیرد عجیب نیست. گر دوست واقف است که بر من چه میرود، باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست. بگریز چشم دشمن من بر حدیث من، فضل از قریب هست و وفا در قریب نیست. از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز، یک بار دیگه، از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز، کورا خبر ز مشغله عندلیب نیست. سعدی ز دست دوست شکایت کجا برد، سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری، هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست. با. چی گفتش؟ میگه دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق به نالت قریب نیست. خب میگه تعجبی نداره که دردمند عشق ناله کنه. چرا؟ برای که این درد عشق دردیه که طبیب نداره، درمان نداره. اصلا این دردی نیست که بخواد درمان بشه، این درد وقتی درمان میشه که به حضور برسی. دارو نداره و طبیب هم نداره، طبیبش در واقع خود معشوقه. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند ادیب نیست. دیگه اونایی که عاقلان میدونن، کسانی که دیوانه عشق هستن، اینا به نمیدونم نصیحت و پند ادیب و بزرگتر و این حرفا توجهی ندارن. اونا در یه وادی هستن که دیگه هر کار از این حرفا چیه؟ گذشته. که یکی بخواد نصیحت کنه آقا این کار خوبی نیست، کار بعد اینجوری نکن، کار بکن. هر کو شراب عشق نخورده است و
درد درد آن است که از حیات جهانش نصیب نیست. میگه که ببین آقایون، هر کی که شراب عشق نخورد، دردم هم یه نوع شراب گفته بودم که از کیفیت پایینه دیگه، و شراب درد، شراب عشق، شراب درد، مگه اینا رو اگه کسی نچشیده باشد او کسی است که حیات جهانش نصیب نیست. او از این جهان حیات واقعی رو درک میکرد. پس چی؟ یعنی حیات واقعی رو کسانی درک کردن که از شراب عشق نوشیدن و از درد درد هم نوشیدن. یادتون باشه که خداوند در قرآن کریم هم میفرماید که ما انسان رو آفریدیم و او رو به ابتلاعات مختلف میآزماییم. خیلی جالبه، اسمی بر حتی میگه به با از بین بردن سلامتیش، با از بین بردن مالش، از فراق و هجر و درد و سختی، سختی در زندگی، 4-5 تا رو اسم میبره. خداوند اصلا به صراحت میگه، میگه من آدم ها رو گرفتار این مسائل میکنم در طول زندگیشون و در این آزمون میسنجم که کدوما ایمان دارن کدوما ایمان ندارن، و ضمناً در مسیر این کوره آزمایش اون جوهر وجود اونها رو چیکار میکنن؟ تصفیه میکنن. درست مثل یه سنگ آهنی که حرارتش میدن که به اصطلاح اون زایاتش از بین میره و اون طلایی که رگه های طلایی که در اون سنگ هست چی میشه؟ ذوب میشه و بیرون میاد. خداوند در قرآن به صراحت این اشاره میکنه، میگه من بندگان خودم رو در این آزمون ها قرار. به همین دلیل شما نگاه کنید دیگه، گل سرسبد بندگان خداوند خب کیا هستن؟ مثلا حضرت آدم، پیامبران هستن، نوح، ابراهیم، مثلا چه میدونم موسی، عیسی، پیامبر بزرگوار اسلام، حتی ائمه صالحان. ببین همه اینا در رنج و درد بودن بندگان خدا. آدم فکر میکنه که یکی آدم خوبی باشه نباید خدا اصلا هیچ مسئله و مشکلی براش باشه، درسته که اصلا اینجوری نیست. پس بنابراین اگر به اصطلاح درد و رنجی بر انسان میاد، بدونید که این آزمونی از آزمون‌های الهی و باید که تحمل کرد و این پروسه رو باید طی کرد، این فرایند رو باید طی کرد در مسیر تکامل. خب در مشک و عود و عنبر امثال طیبات، خوشتر ز بوی دوست دیگر هیچ تیب نیست. تیب گفتم ماده خوشبوه که حالا سبزیجات بوده و یا به اصطلاح گیاهان معطر بوده در عطاریا وجود داشته. میگه که از به اصطلاح به قول معروف از مشک و عود و عنبر و اقسام طیبات که جمع تیب هستش، هیچ چیز خوشبوتر از بوی دوست است. بوی دوست از همه چیز به اصطلاح دلانگیزتره و فرح‌بخش‌تره. به همین دلیل هم توی غزل قبلی گفت من با باد عشق ورزی میکنم. برای چی؟ برای اینکه او داره بوی دوست رو سپرده. من بگم سید از کمند اگر به جهت بلعجب بود، ورنه چو در کمند بمیرد عجیب نیست. میگه که هیچ سیدی نمیتونه از کمند فرار کنه. اگر بتونه فرار کنه اسمش خیلی عجیبه. چرا؟ چون کمند صفر دست پا رو بود. ولی اگر در کمند بمیره مثلا اصلا عجیب نیست. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که من در کمند عشق تو اسیرم و در این کمند هم خواهم بود تا بمیرم. عجیب باشد که اگر من بخوام فرار کنم و یا جون سالم از کمند عشق تو بیرون برم. خب گر دوست واقف است که بر من چه می رود، باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست. دیگه که من فقط یه خواهش دارم و این استش که دوست واقف باشد، آگاه باشد که من چی دارم می کشم. در دام مانده سید و صیاد رفته باشد. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده سید و صیاد رفته باشد. یعنی چی؟ یعنی سید در دام مونده و صیاد هم خبر نداره که اصلا چی داره برای این سید بیچاره میکنه. میگه اگر او کسی که من در به اصطلاح دامش او گرفتار هستم فقط آگاه باشه که بر من چه میگذره، دیگه بقیهش مهم نیست. دشمن جفا بکنه، رقیب جور و سختی با من بکنه، این بر من اصلا من باکی هستی نداره.
حتی اگر در کمند و در اسارت باشه. فقط او بداند که من در اسارتم به خاطر اوی بر من دیگه باید بگریز چشم دشمن من بر حدیث من. فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست. ببینید چقدر جالب دیگه، چشم دشمن من بر حدیث من، بر قصه زندگی من گریست. حتی دشمن ها به حال من دلشون سخته. فضل از غریب هست. این دوتا غریب رو دقت کنید، غریبه با قین به معنی غریبه در واقع، و غریبه با قاف یعنی نزدیک، دوست، آشنا. دیگه ببین وضع اونجوریه که دشمن به حال من گریه میکنه و نسبت به من فضل داره، دلسوزی داره، اما وفا در قریب من نیست، یعنی وفا در دوست من نیست، اونی که من عاشقشم. اون به من جفا میکنه، از من دوری میکنه، ولی من حالم اونقدر بده که حتی دشمن به حال من چیکار میکنه؟ گریه میکنه و محبت. از خنده گل چنان به قفا افتاده باز، کورا خبر ز مشکله عندلیب نیست. اینم خیلی تصویرسازی زیبایی است. ببینید این گلی که باز میشه، گل یه حالت غنچه است، نه وقتی که باز میشه میفته پایین، میگه مثل یه آدمی که مثلا خندش بگیره، انقدر خندش میگه قش کنه، خنده بیفته رو زمین، دست پاش باز میشه، دستش میذاره شکمش میخنده، از خنده میگه رو دوبار شدن. میگه گل از خنده اونچنان به پشت افتاده که اصلا حالیش نیست که این بلبل بیچاره چه مشغله ای داره و چی داره خودشو تیکه پاره میکنه و چه آوازخوانی هایی داره میکنه و چه چهچهه هایی داره میزنه. این دوست رو به اون گل تشبیه میکنه، خودشو به این بلبله تشبیه میکنه. خیلی جالب. سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری؟ سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری؟ هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست. میگه ببین سعدی از دست دوست شکایت نکن. به پیش کی میخوای شکایت کنی؟ اگر شکایت میخوای بکنی، اولا باید به خود حبیب، خود دوست شکایت کنی و به خود او هم پناه ببری و صبر هم از او بخوای. پس برابر این تو سعدی مانند فرزندی هستی دلبند مادر، که حتی اگر جوری از مادر میبیند به پناه خود مادر یا به آغوش خود مادر پناه میبرد. خب هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست، باید از حبیب صبر کن. خب حالا میایم سراغ غزل بعدی. چه غزلهای قشنگی داره سعدی. خدا وکیلی من نسبت به سعدی خیلی احساس دارم، احساس کردم به این بزرگوار یه خود کم بطری شده. کمتر من دیدم جلساتی باشه که سعدی خانی باشه. من حالا میخوام که دیگه دین خودم رو به سعدی ادا کنم. خب کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست؟ یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست؟ نه حلال است که دیدار و دوینت هر کس، که حرام است بر آن کش نظری طاهر نیست. همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا، کانچه من می نگرم بر دیگری ظاهر نیست. هر شبی روزی و هر روز زبانی دارد، شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست. هر که با غمزه خوبان سر کاری دارد، سست مهر است که بر داغ جفا صابر نیست. هر که سرپنجه مخضوب تو بیند گوید، گر بر این دست کسی کشته شود نادر نیست. سر موییم نظر کن که من اندر تن خیش، یک سر موی ندانم که تو را ذاکر نیست. به به چقدر این تعبیر زیباست. سر موییم نظر کن، حالا این اساسید بزرگوار من اینو توصیف میکنم برای ما. سر موییم نظر کن که من اندر تن خیش، یک سر موی ندانم که تو را ذاکر نیست. میبینید میگه بنده یه سر مو، اینجا ایهام داره، بنده یه کوچولو، یه نظر کوچیک در حد یک نوک مو به من مثلا نظر بکن که یک سر مو ندارم که تو را ذاکر نیست. یعنی تمام موهای بدن من، حالا این میگه سر مو، یعنی هر مویی که تو دنیا هست، اینا همه تو ذاکر تو هست. همه دانند که سودا زده دل شده را چاره صبریست، یا چاره صبر است، ولیکن چه کند قادر نیست. گفته بودم غم دل با تو بگویم چندی،
به زبان چند بگویم که دلم حاضر نیست. گر من از چشم همه خلق بیفتم سهل است و مپندار که مخذول تو را ناصر نیست. التفات از همه عالم به تو دارد سعدی، همتی کان به تو مصروف و بعد قاصر نیست. خب بریم سر معنی مطلب خیلی سریع من بگم و عبور کنیم. میفرماید کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست، یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. میگه که هیچ کس نیست که به اصطلاح در نظر نداشته باشد که با تو پیوند داشته باشد، یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست، یا نظر با تو ندارد. اگر نظر با تو ندارد ناظر ندارد، این چشم ندارد. پس بربری هر کسی که چشم دارد و نظر دارد با تو نظر دارد و هیچ کس هم نیست که نظر نداشته باشه. نه حلال است که دیدار تو بیند هر کس، که حرام است بر آن کش نظری طاهر نیست. میگه این هر کسی حلال نیست که به تو مثلا دیدار داشته باشه، به تو نگاه کنه، زیرا کسانی باید به تو نگاه کنه که چشم پاک داشته باشن، چشم طاهر داشته باشن، چشم حقیقت بین داشته باشن. اونا میتونن به تو نگاه کنن، آدمای معمولی که نمیتونن، هر چشمی که نمیتونن تو رو به تو نگاه کنن. همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا، کانچه من مینگرم بردگری ظاهر نیست. میگه بله ممکنه که همه مثل من این ذوق رو نداشته باشن، چون من چیزهایی رو میبینم که احتمالا دیگران نمیتونن ببینن. یعنی مردم به تو نگاه میکنند و تو رو نمیبینن. They look at you but they don't see. روشن؟ خب هر شبی روز و هر روز زوالی دارد، شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست. میگه بالاخره بله هر شبی به روز پایان میاد و هر روزی هم یه زوالی دارد که معمولا به شب پایان میاد، ولی شب وصل من و معشوق من اصلا پایان پذیره. من وقتی که به معشوق متصل شدم دیگه رفت به ازل و ابد. بعد میگه که هر که با غمزه خوبان سر و کاری دارد، سوس مهر است که بر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگر یکی پیدا شد که با غمزه خوبان سر و کاری پیدا کرد، خب یعنی یک کسی نظری از یار دریافت کرد و با او سر و کاری پیدا کرد، اگر داغ جفا بر دلش بخورد و صابر نباشد، او آدم سوس مهری است. پس بربری هر کس که با غمزه خوبان سر و کار پیدا کرد باید صابر باشد بر داغ جفایی که بر قلب او وارد می شود. جفا باید جزوی از استلار رسیدن به محبوب و معشوقه. جفا یعنی جور و جفا کشیده. خب هر که سرپنجه مخضوب تو بیند گوید، گر بر این دست کسی کشته شود نادر است. مخضوب مفعول از خضاب کردن به معنی رنگین کردن. احتمالا این نوک انگشتاشون و ناخوناشون رو تو حنا مثلا میذاشتن قرمز میشده، مثل لاکای امروز قدیمی خانوما احتمالا با حنا مثلا انگشتانشون زیبا میکنن یا نقش میبستن. میگه که هر کسی که این پنج سر پنجه های رنگین تو رو ببینه، بله متوجه میشه که میگه اقرار میکنه که بله برای این دستان زیبا اگر کسی کشته بشه چیز تعجب‌آوری نیست، نادر نیست، تعجب‌آور نیست. بله با این پنجه زیبا حق داری این در خون دیگران آغشته شده باشد. سرمویم نظر کن که من اندر تنخیش، سرمویم نظر کن که من اندر تنخیش، یک سرموی ندانم که تو را ذاکر نیست. دیگه که تو به اندازه یه سرموی یه توجهی به من بکن، یه نگاهی به من بکن، زیرا من در تمام وجود خودم یک موی نمی بینم که ذکر تو را نمیگم. یعنی چی؟ یعنی من با تمام وجودم ذکر زیبایی تو و ارادت خودم رو دارم تو میگم و تو هم به اندازه یه سر موی به من توجه کن. اون موی با این موی رو دقت کن. خیلی جالب. همه دانند که سودا زده دل شده را چاره صبر است، ولی کن چه کند
قادر نیست. همه میدونن که یک آدم سودا زده و دل شده مجبوره که صبر کنه، اما چه کنه بیچاره که چی قادر نیست که صبر کنه. یعنی همینطور مثل قلیاب سرکه داره چی میجوشه و قلب و روحش میتپد برای وصال دوست. همه دانند که سودا زده دل شده، آدمی که سودا زده مجنون عشق تو شده، این باید صبر کنه، ولی بیچاره تحمل صبر نداره. خب گفته بودم غم دل با تو بگویم چند، به زبان چند بگویم که دلم حاضر نیست. میبینید دیگه من قول قرار به خودم گذاشته بودم اگه دیدمت به اصطلاح غم دل خودم رو به تو بگم، اما چه فایده داره به زبان بگم وقتی که دل من حاضر نیست، دل من جای دیگری است، برای زبان من کار نمی کنه، برای چی میتونم بگم؟ بعد میگه که گرمن از چشم همه خلق بیفتم سهل است، دو من پندار که مخذول تو را ناصر است. این مخذول از خذلان میاد، کسی که فروکوفته شده، کسی که تحقیر شده، کوچک شده. توجه فرمودید. میگه که میگه اشکال نداره این که من از چشم همه بیفتم. بله من میفتم، به خاطر اینکه در وادی عشق تو هستم تحقیر میشم، کوچک میشم، همه میگن این دیوونه است، همه میگن این مجنونه، این باد در دستشه، به هیچی وابسته شده. ولی تو خیال نکن که کسانی که کوچک شده اند به وسیله تو کمک و ناصری ندارند و یه روزی دست من گرفته میشه و من برخواهم خواست و به تو خواهم رسید. التفات از همه عالم به تو دارستند، همتی کن به تو مصروف و بعد قاصر نیست. میگه که ببین همتی کن به تو مصروف و بعد قاصر نیست. میگه سعدی از تمام عالم توجهش و به سوی توست و آن همتی که صرف تو میشود اون قاصر نیست. اون همتی که صرف تو میشه بالاخره یه جایی دست سعدی رو خواهد گرفت و او را بلند خواهد کرد. اینم از این. بریم سر غزل شماره 116 که آخرین غزل از غزل سعدی هست برای امشب که در خدمت دوستان هستیم. می‌فرماید که گر صبر دل از تو هست و گر نیست، هم صبر که چاره دیگر نیست. گر صبر دل از تو هست و گر نیست، هم صبر که چاره دیگر نیست. ای خواجه به کوی دلستانان زنهار مرو که ره به در نیست. دانند جهانیان که در عشق اندیشه عقل معتبر نیست. گویند به جانبی دیگر رو و جانب او عزیزتر نیست. گرد همه بوستان بگشتید، در هیچ طرف از این ثمر نیست. چقدر قشنگ. من در خور تو چطور بارم، جان است و بهای یک نظر نیست. دانی که خبر ز عشق دارد، دانی که خبر ز عشق دارد، آن کس همه عالمش خبر نیست. سعدی چو امید وصل باقی است، اندیشه جان و بیم سر نیست. پروانه ز عشق بر خطر بود، اکنون که بسوختش خطر نیست. ببینید چقدر شعر قشنگ. میگه گر صبر دل از تو هست دگر نیست، هم صبر که چاره دیگر نیست. یا آقا ببین چه صبر داشته باشه چه نداشته باشم، صبر دل داشته باشم چه نداشته باشم، چاره دیگه نداریم، باید صبر بکنیم، باید مقاومت بکنیم، باید پایداری کنیم، باید در این راه به اصطلاح سیر و سلوک، در این راه عشق، در این وادی بیابان عشق باید حرکت کنیم. ای خواجه به کوی دلستانان زنهار مرو که ره به در نیست. حالا خطاب به من و شما و خودش میگه، میگه ای خواجه به سوی کوی دلستانان نریا، اگر بری گرفتاری، راه بیرون شو نداری، فکر نکن که میتونی بری ازش عبور کنی بری جای دیگه. اگر رفتی اونجا دیگه گیر افتادی، بی زحمت گرفتاری تا آخر. دانند جهانیان که در عشق اندیشه عقل معتبر نیست. این همون تضاد عقل و عشق دیگه. میگه تمام جهانیان میدونن که در وادی عشق اندیشه عقل جایگاهی نداره. چرا؟ چون عقل سنجش میکنه، معیار داره،
میدهد و میگیرد، سرمایه گذاری میکند و برداشت میکند. در وادی عشق اصلا معامله طرف است، فقط میدی که بره، دنبالی نیست که چیزی گیر بیاری. اگر به تو چیزی داده شد، اون لطف و عنایت معشوق است که به تو داده، وگرنه در وادی عشق فقط داری میدی و پیش میری. بعد میگه که گویند به جانبی دیگر رو، و جانب او عزیزتر نیست. میگه بابا من میگم برو یه مسیر دیگه، چرا رفتی تو وادی عشق؟ آخه بابا راه دیگه ای وجود نداره، بهتر از این من راهی رو نمیشناسم. برای من تا همین وادی که همش ریسکه. چی گفت مولانا؟ یه شعر قشنگه، ای خوشان قماربازی که به باخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قماری دیگر. آره اینه دیگه، خیلی شعر زیباییست. این دقیقه همون بحثه. ای خوشان قماربازی که به باخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی چی؟ یعنی هرچی داشته باخته، ولی علارغم همه رو باخته، بگه امیدوارم که بتونم یه چیز دیگه گیر بیارم که اونم ببازه. این وادی عشق. پس میگه گرده همه بوستان بگشتیم، بر هیچ درخت از این ثمر نیست. میگه ما همه بوستان رو رفتیم دنبال یه چیزی گیرون بیاد، اما هیچ درختی چنین میوه‌ای ندارد. من دنبال میوه عشق هستم، من دنبال این هستم. بنابراین برای مهم نیست که هر چی هم که دارم در این وادی از دست بدم. دیگه من در خور تو چه تحفه آرم، جان است و بها یک نظر. میگه من گران بهاترین تحفه‌ای که تو زندگیم دارم چیه؟ دیگه جونمه دیگه، به غیر از جون دیگه چی دارم؟ جونم و آزرم بدم. تازه همین جونم هم که دارم به اندازه یک نظر ارزش نداره. یعنی بهای دیدن یک نظر تو بیش از جان من ارزش داره. خب دانی که خبر ز عشق دارد، آن کس همه عالمش خبر است. میگه میدونی کی عشق رو درک میکنه و خبر از عشق داره؟ اون کسی که از همه عالم بیخبره. اون کسی که یعنی چی؟ یعنی نسبت به تمام وابستگی‌های عالم هستی که بی‌تفاوته و به اصطلاح دل بریده از همه زیبایی های عالم هست، از همه زخارف جهان هست. اون میفهمه که عشق چی. سعدی چه امید وصل باقی است، اندیشه جان بیده سر نیست. خطاب به خودش میگه، میگه که چون تو امید وصل همچنان داری، بنابراین اندیشه راجع به جان و بیم سر نباید داشته باشی. پس بنابراین خودش داره این حرف اقرار میگه، من اندیشه جان و بیم سر خودم رو ندارم، زیرا که امید وصل همچنان در قلب من وجود دارد. پروانه عشق بر خطر بود، اکنون که به سوختش خطر نیست. پروانه عشق بر خطر بود، میگه پروانه در مورد عشق احساس خطر میکرد، اما وقتی که رفت در شمع به سر عشق سوخت، دیگه خطر براش وجود نداره. این چی؟ یعنی منم در وادی عشق شدم، سوختم، دیگه آب از سر من چی؟ گذشته و دیگه مشکلی از این وادی نداره. خب خیلی ممنونم که توجه و محبت رو داشتید و گوش کردید. عذرخواهی میکنم، مرسی که توجه داشتید. خیلی خوشحالم که در متشکرم، مرسی. خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستیم و حالا ببینیم که دوستان بزرگوار من راجع به شعرهایی که خوندیم، اگر نکته‌ای، مطلبی، چیزی هست که دوست دارن که شعر کنیم با ما در میون بذارن بفرمایید. استاد علایی بزرگوار، استاد فرهنگ بزرگوار، بقیه دوستان اگر نکته نظری هست بفرمایید، که بعد من از دوستان خواهش کنم که از حضور و وجودشون لذت ببرن. جناب استاد علایی بزرگوار، نکته‌ای، مطلبی، چیزی؟ هم سعدی روان گفت، هم جناب عالی روان ترش کردید و ساده و عالی. من در جواب این چیزی ندارم، فقط این قسمت بود. فضل از قریب هست، وفا در قریب نیست. بله، این قریب و قریب جناس بود. منظور از فضل کمک و یاری معشوقه. بله بله.
معشوق یاری میکنه ولی دوستان نزدیک من کمک نمیکنه. درسته. بعد دیگه بنده عرض چندانی ندارم، مطلب کاملا درست و به جا فرمودی. درست دارید جناب استاد، ما خدمت شما درس بستیم. خیلی ممنون. درست دارید، ما خدمت شما درس بستیم. ببخشید، جسارت میکنیم خدمت شما. خب دیگه جناب فرنگشان، نکته‌ای دارید برای اون بفرمایید از نظر آرایه‌های ادبیش؟ شما قطع هستید، صداتون قطع، صداتون رو باز کنید لطفا. نه شما همونطور که جناب علایی فرمود خب خیلی خوب و کامل توضیح دادید راجع به اینا. بعضی نکات که میبینیم، به قول اون خانمی که یه وقت تو این جلسه بود، گفت تکرار میکنه بعضی از مضمونها را، منتها با آرایش جدید سعدی بزرگوار. بله بله، فرضاً اونجا که فرمودید که ناخونا رو الان گفتید مثل این که خضاب میزنه و تاک میزنه، جای دیگه همینو میگه، میگه حسن تو دایم بدین قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند، ای گل خندان نوشکفته نگهدار خاطر بلبل که نوبهار نماند، حسن دلاویز پنجه ایست نگارین تا به قیامت بر او نگار نماند، عاقبت از ما غبار ماند زنهار تاز تو بر خاطری غبار نماند، پار گذشت آنچه دیدی از غم و شادی، بگذرد امسال و همچو پار نماند، گر ندهد دور روزگار مرادت بگذر دور روزگار نماند، به دور روزگار نماند. و بعد میگه سعدی شوریده بیقرار چرایی در پی چیزی که برقرار نماند. یه غزله کوتاه و قشنگیه که حالا یه بیتش من نتونستم بگم، ببخشید. بسیار نداره، خیلی هم قشنگ بوده. احسن احسن، خواهش می‌کنم. دستتون در نکنه جناب. خب حالا دیگه بیایم سراغ دوستان عزیز هنرمند. خانم فریما بعد قاعدتا الان برای اون یه دونه شعر قشنگ بخونن، ما لذت ببریم از صدای زیباشون، بعد دیگه از خانم پرنیایی بزرگوار عزیز خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام قربون شما و بعد بقیه دیست. خب بریم خانم فریما، بفرمایید. ببینم چشم میخونم ولی درباره قشنگیش نمیتونم نظر بدم. ولی ما به غیر از زیبایی از شما چیزی ندیدیم. همه لطف دارید، خیلی متشکرم، شما دیدتون زیباست به همه چیز. من با عرض سلام مجدد خدمت همه حاضرین در جلسه، خسته نباشید آقای دکتر. من غزلی از حافظ بزرگ رو در دستگاه بیات ترک بخونم براتون. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم، خود غلط بود وان چه می پنداشتیم، تا درخت دوستی کی بردهد، تا درخت دوستی کی بردهد، حالیا رفتیم و بذری کاشتیم، حالیا رفتیم و بذری کاشتیم، گفتگو آیین درویشی نبود، گفتگو آیین درویشی نبود، ور نبا تو ماجراها داشتیم، ور نبا تو ماجراها داشتیم،
چیبه چشمت فریب جنگ داشت، ما خطا کردیم مصلح انگاشتیم، ما خطا کردیم مصلح انگاشتیم. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت برو بگماشتیم، ما دم همت برو بگماشتیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتیم، جانب حرمت فرو نگذاشتیم. ما زیاران چشم یاری داشتیم، چشم یاری داشتیم، خود غلط بود وانچه می پنداشتیم، خود غلط بود وانچه می پنداشتیم، خود غلط بود وانچه می پنداشتیم. خیلی متشکرم، مرسی. عالی عالی، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم. مرسی. خب حالا به به خانم پرنیای عزیز بزرگوار، سلام عرض میکنم. سلام خدمت شما مجدد. یه غزلی شعری چیز قشنگی برامون بخونید. حتماً خدمت شما عزیزان که هر هفته میبینیم لذت میبریم از وجودتون و به شما افتخار میکنیم که در این راه با هم بریم، قدم به قدم پیش میریم و لذت میبریم از این اشعار. و تشکر از شما نازنینم. ما هم از شما متشکریم. سرکار خواهیم. خواهش میکنم. عرض کنم که در پس پنجره بنشسته و ناظر بودم، فکر و اندیشه من بال گرفت و به پرواز آمد و مرا برد به محراب محبت به قدیم. یادم آمد ز غروب پاییز، سر در بند بود و یار عزیز، دست در دست و نگاهی به نگاه با همان چشم سیاه. برگ ها رقص کنان چرخ زنان بر سر و روی و در و بند فرو می بارید. آن زمان زردی پاییز رخی دیگر داشت، گل سرخی بود و از عشق ندا بر دل کاشت. من در آنجا به تماشای رخش بنشستم، سردی فصل و زمان را ز دلم بگسستم. دست ها گرم و هوس بر تن و جان ها می ریخت، جرأتم ما که نبود تا قدم پیش نهد. دلها در تپش و چشم به پاکی روان
عهد بستیم، وفادار بمانیم به هم تا رسد روز وصال. برگ ها چرخ زنان رقص کنان بر سر و روی من و یار فرو می بارید. همچنین عمر به زیبایی یک خواب و خیال راه تنهایی خود می پویید. به خیال رخ یار و به یاد آن دیار من سراسیمه میان دل پاییز شدم. یادم آمد ز غروب پاییز و چنان از سر شوق مست و لبریز شدم. ناگهان قلب من آمد به تپش که دگر نیست زمانی که تو آنجا رفتی. ناله برگ خزانی به صدا آمد و گفت پرنیا دیگر از آن روز گذشت، شوق دیروز گذشت، لحظه را باید یافت و به فردا پیوست. برگ ها چرخ زنان رقص کنان بر سر و دوش من و بام زمان می بارد. سیاره بویژه این بیت آخرش بی زمان تکرارش بکنید. چش تکرار میکنم. لحظه را باید یا و به فردا پیوست. برگ چرخ زنان رقص کنان بر سر و دوش من و بام زمان میبارید. برگ ها این شعر نو بود دیگه خاله پرنیا؟ شعر نو بود. بله قشنگ بود، چقدر جالب. مرسی، تشکر میکنم. مرسی، همه وادی های شعر دستی دارید ماشاءالله. تشکر میکنم، خواهش میکنم. بسیار عالی، مرسی، دستتون در نکنه. خیلی نو قبلن غزل میگفتی ولی الان شد شعر نو. بله آقای علایی، واقعا ما از شما یاد میگیریم. افتخاری است برای ما که شما میپسندید. نه عالی، تشکر. شعر شما رو که آقای دکتر نیر سینا هم تایید کردن که بله البته آقای دکتر نیر سینا رو هم که تایید کرد. تشکر. این دوستان با آقای دکتر نیر سینا آشنا هستن احتمالاً. آقای جناب فرهنگ و دوستانی که با شعر و ادب آشنا هستن دکتر نیر سینا رو باید بشناسن. در تلویزیون برنامه اجرا میکرد. بعدم در دانشکده ادبیات تاریخ ادبیات درس میداد. بله بله. دستیار دکتر ذبیح الله صفا بود. بله بله. ایشون استاد ادبیات ما بودن در دانشکده کشاورزی جناب علایی. بعد یه مرد باریکندام قد بلند و خیلی خوشتیپی هم. بله. اون زمانی که ما دانشجو بودیم ایشون سنش بالا بود، مثلا بالای 65 سال 70 سال بود. 65 سال. دقیقاً 1351 اینا من دارم صحبت می‌کنم. اون موقع سنش اینقدر. بعد ما دانشکده بود تو کرج بود، ایشون استاد ادبیات بودن در دانشگاه تهران، درس ادبیات رو به ما تدریس کردن. یه درس چند واحدی بود، دو واحدی، سه واحدی بود. ادبیات فارسی جز درسای به اصطلاح پایه بود به قول من. بله. اتوبان تهران کرج اگه خاطرتون باشه اون زمان توش یه گیاهی کاشته بودن به نام آتریپلکس وسط اتوبان. این گیاه آتریپلکس بوته خار و خشی داره و برای نورگیره، میدونید که برای اینکه شب که این تو اتوبان ماشینا تردد میکنن نور مثلا مقابل تو چشم اینوریا نیاد. و بارون اومده بود، ایشون اومد سر کلاس. این وضعیت این بیابون بین تهران تا کرج رو آنچنان شاعرانه تفسیر کرد و بیان کرد که این بارانی که باریده چه لطافتی در هوا ایجاد کرده و چه روحی به این گیاهان داده و این چیزا به قول معروف
اون خشکی لب ترک خورده زمین با این بارانی که بهش رسیده به هم دو مرتبه وصل شده و گنچه های گل زیبا بران رویده و اصلا ما همینطور مبهوت مونده بودیم که این آدم چی میگه. اینقدر به اصطلاح تلنت داشتن. فی‌البداهه میگفتن نه بکنید که مثلا نوشته باشه. همین که گفتیم استاد چطور بود بارون میومد، تا گفتیم بارون میگه بله این هوای بهاران چنین و چنان رو شروع کرد به گفته. اصلا ما همه دانشجو کپ زدیم به افتخارش وقتی که صحبتش تموم شد. خیلی جالب. من این خاطر خیلی هم افتاده بودن و در منزلشون که رفت آمد داشتیم ما خیلی واقعا فوق‌العاده بودن، اصلا بی نظیر. آقای دکتر کتابو پسندیدید؟ بله بسیار قشنگ و زیبا و چند توش هم خوندم شعرها رو، حالا باید بذارم سر فرصت غزلها رو کامل بخونم یک دور از آنها. بله تشکر. کتاب جدیدی رو به چاپ رسوندن و خیلی کتاب قشنگی هم هست. حالا دوستان حالا اگه رو آمازون گذاشتیم خانم دکتر، خانم بپرمی اینطور نیست؟ بله رو آمازون گذاشتم. بله در اونجا اگر که ایرادی چیزی داشت دیگه، من در 85 سالگی این کتابو نوشتم دیگه، ایراداشو به 85 سالگی ببخش. نه اختیار دارید. و یادم یه حالا حرف میزنید یه چیزه خاطر من بود. یادم از این زمان باز ما دانشجو بودیم، حتی قبل از دانشجویی مسابقات اسب دوانی بود و که به اصطلاح ترکمنا خیلی تو اسب سواری و این حرفا آدم های ید طولایی دارن. بعد یه پیرمردی در مسابقات اسب دوانی شرکت کرد، پیر بود، ترکمن بود، لاغرندام و مقامات خوبی هم به دست بود. بعد اون مصاحبه گر باش صحبت میکرد، گفتش که شما چند سالته پدر جان که تو این مسابقات شرکت میکنی؟ همه مثلا جوان بودن، همه سوارکارا جوان بودن، خیلی جوان بودن، حتی دیدید که گاهی اوقات بچه های کوچیک دارن تو مسابقات سرعت شرکت میکنن چون وزنشون کمه، اسب با سرعت بیشتری میتونه بره. بعد این گفتش که 77 سالمه این پیرمرده، گفت ولی وقتی که سوار بر اسب میشوم 2-7 سال سن دارم، یعنی احساس 14 سالگی میکنم. خیلی تعبیری که به کار برد زیبا بود. حالا من 2-7 سال بیشتر نیست خانم فریاد، ما فقط 2-7 سال بیشتر نیست. بله دیگه 300 صفحه نوشتن خیلی هم سخت بود برام، خیلی مشکل بود. اینم کتابشه که میبینید روشه و اینم پشتشه که 300 صفحه هست و این خیلی بختم رو گرفت و ولی خب خدا رو شکر تموم شد. خب حالا بیایم سر دوستان. من چند تا دوست خوب دارم اینجا. خانم وفایی عزیزم میبینم، خانم شهرزاد خانومم ظاهرا به ما پیوستن، خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سرکار خانم شهرزاد خانوم سلام افندی، ببخشید من اومدم ولی دلم نیامد که چهره خندان همه شما رو نبینم. دست دارید شما، ما هم از خوشحال شدیم. حالا دو تا بزرگوار بعد برای اون شعر بخونید دیگه، خودم دیگه توافق کنیم ببینم کی میخواد اول بکنه کی میخواد دوم بکنه. معلومه خانم وفایی اول بگه. توافق شد. خانم شهرزاد خانم خیلی باورده همیشه بین خانم ها توافق هست. این نه جالبه، ایشون چهره در پرده پنهان کردن و توپو به زمین شما انداختن. خانم وفایی دیگه حالا فردی دریدگی نمیخوام بکنم جناب چایچی. بسیار عالی. خب بفرمایید خانم وفایی، ما در خدمت هستیم. آن میوت کنید خودتون. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی عزیزان. در مقدمه من یه حکایت از سعدی رو خدمتتون تقدیم میکنم.
که در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. این رو من به صورت مقدمه تقدیم کردم که عذرخواهی کرده باشم از جناب چایچی به خاطر فرمایید تو رو خدا اشتباهی که از بنده سر زد. حقیقت به این خاطر که گفتم اگر من فکر کرده بودم چیزی از فضیلت در حقیقت آموختم، باید همه اینها رو در خاک ببرم به خاطر اینکه هیچ معرفت حاصل نکردم. نه این حرفا رو نفهم تو رو خدا، این حرفا رو نفهم. مرسی بزرگواری، خودتون ببخشید. بفهم خواهش. من شری رو از فاضل نظر خدمتون تقدیم میکنم. یک رود و صد مسیر، همین است زندگی. یک رود و صد مسیر، همین است زندگی. با مرگ خوب گیر، همین است زندگی. با گریه سر به سنگ بزن در تمام راه، ای رود سر به زیر، همین است زندگی. تاوان دل بریدن از آغوش کوه سار، دریاست یا کویر، همین است زندگی. برگرد خیش پیل تنیدن به صد امید، این رنج دل پذیر، همین است زندگی. پرواز در حصار فرو بسته حیات، آزاد یا اسیر، همین است زندگی. چون زخم لب گشودن و چون شمع سوختن، لبخند ناگزیر، همین است زندگی. دلخوش به جمع کردن یک مشت آرزو، دلخوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر، همین است زندگی. با عشق سر به خانه دلگیر غم زدن، گاهی اگر چه دیر، همین است زندگی. لبخند و عشق، شادی و غم، رنج و آرزو، از ما به دل مگیر، همین است زندگی. سپاس. براو عالی. که من 100% قبول دارم، به هیچی به دل نمیگیرم. اگه پیام میدادی پیام دریافت شد. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. بسیار بزرگترین نعمت در وجود شما. بله واقعا. شهرزاد خانم بفرمایید دیگه، حالا نوبت شماست. ممنونم، سپاسگزارم، درود بر خدمت همه دارم. خوشحالم از دیدارتون. منم با خانم پرنیان موافق هستم. با شناخت کوتاهی که از شما دارم، واقعا از انسان‌های نادری هستید که تمام این صفات خوب شما را جدا از گفتنی شناخت. الان دیگه تصویر خودم رو محو می‌کنم. عطار خدا نه. نظر لطف و بزرگواری شما همچنین آقای علایی. چه کامه کوتاهی از دکتر افشین یداللهی، زنده یاد دکتر افشین یداللهی، براتون میخونم. این در سریال شهرزاد هم خونده میشد، خیلی زیباست به گمان من. تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ تو با قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، در ابریشم عادت آسوده بودم، تو حال پروانه من چه کردی؟ ننوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کردی
سفر کرده با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریت خیس باران، جهان من از گریت خیس باران، تو با سقف کاشانه من چه کردی؟ روحشون شاد. بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی عالی، با صدای عالی. من هم خب شما خیلی قشنگ آوازی هم که چون شهرزاد میخوندن چقدر قشنگ بود. بسیار بسیار زیبا. یه خانوم میخوند اگه اشتباه نکنم. نه نه آقایی بود، یه آقایی بود. بله اسمش یادم رفته. یه آقایی بود یادم، یه خوره قیافش هم به این چیزا میخورد. بله بله، هم از اشعار مولانا هم زیاد خونده. بله بله، اسمش یادم رفت. جوونه، خیلی هم جوونه، خیلی زیبا بود واقعا. چه کردی؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب حالا برگردیم و بریم سراغ جناب مولانا و جناب حافظ. خب اجازه میفرمایید دوستان؟ عاشقان نشستن بسیار زیبا، بسیار زیبا. من اول از مولانا یک شعری رو بخوانم، غزل شماره 1487. بعد خودشه. خب دوستان میبینن دیگه پرده رو دیگه کامل میبینن، نه انشاءالله که دارن میبینن دوستان. یکم میان بزرگتر یه فرماید که امروز چنانم که خر از بار ندانم، امروز چنانم که گل از خار ندانم. امروز مرا یار بدان حال ز سر برد، با یار چنانم که خود از یار ندانم. دی باده مرا برد ز مستی به در یار، امروز چه چاره که در از دار ندانم. از خوف و رجا پار دو پرداشت دل من، امروز چنان شد که پر از پار ندانم. از چهره زار چو زرم بود شکایت، از چهره زار چو زرم بود شکایت، رستم ز شکایت چو زر از زار ندانم. از کار جهان کور بود مردم عاشق، اما نه چون من خود که کر از کار ندانم. جولاهی تر دامن ما تار بدرید، می گفت ز مستی که تو که تر از تار ندانم. جولاهی تر دامن ما تار بدرید، می گفت ز مستی که تر از تار ندانم. چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم. مانند ترازو و گزم من که به بازار، بازار همی سازم و بازار ندانم. در اسب عشقم چو قلم بی خود و مستر، تومار نویسم من و تومار ندانم. یا تومار نویسم من و تومار ندانم. خب ببینید که دقیقا تو گویی که این جناب مولانا در یک شور مستی داره به سر میبره و حال و روز خودش رو داره واسه ما چیکار میکنه؟ توصیف میکنه. انگار که از خود بی خود شده، در عالم مستی داره سعی میکنه که حال و هوای خودش رو برای ما چیکار کنه؟ توصیف کنه. میگه امروز چنانم که خر از بار ندانم، امروز چنانم که گل از خار ندانم. یه من امروز حالم خرابه، اونقدر خرابه که خر رو از بار تشخیص نمیدم، گلم از خار تشخیص نمیدم. یعنی کاملا قوه عقل، قوه تشخیص من چیه؟ مخدوشه، از خود بی خوده، مدهوشه. امروز مرا یار بدان حال ز سر برد، با یار چنانم که خود از یار ندانم. میگه یار توجهی به من کرد و اون چنان توجه او من رو از خود بی خود کرد که من خودم رو در وجود یار دارم میبینم و تشخیصی بین خودم و یار نمیبینم. در واقع همون لقای به اصطلاح عاشق به معشوق دیگه. میگه تشخیصی نمیتونم خودم رو از یار تفکیک کنم، هم من یارم و هم او من. هم من او هم و هم او من. دی باده مرا برز مستی به در یار، امروز چه چاره که در از دار ندارم.
دار یعنی درخته، دارم که خب داره دیگه، دی یعنی دیروز، باد یعنی خب شراب دیگه. من دیروز از سر مستی رفتم به کجا، با باده‌ای که نوشیده بودم به در یار رسیدم، پس یعنی من به مجاورت یار رسیدم. امروز اونچنان وضعم خراب شده که دیگه در رو از دار تشخیص نمیدم. یعنی چی؟ تو گویی که من محو خانه شدم دیگه، بحثی نیست که من توی خونه هستم یا بیرون خونه هستم، خودم رو با خونه و یار و دار و درخت یکی میبینم. از خوف و رجا پار دو پرده آشته بیمن، امروز چنان شد که پر از پار ندانم. میگه که از خوف و رجا، خوف و رجا، امید و ترس، ترس و امید، بیم و امید. دل من پارسال پارسال دل من دوتا باد داشت، یعنی من با دوتا باد، ببین، بیم و رجا، بیم و امید مظهر زاهدانه. در قرآن هم شما مرتب میبینید که خداوند در قرآن راجع به بیم و امید صحبت میکنه. از یه طرف میگه خدا ارحم الراحمینه، از یه طرف میگه که خدا شدید الحسابه، یعنی هر دو رو با هم میاره، مرتب هر دو رو با هم میاره، هم ارحم الراحمینه یعنی بخشنده ترین بخشنده باره، و در این حال شدید الحساب هست. میگه به اندازه یک ذره کار بد کرده باشی حسابش رسیده میشه، به اندازه یک ذره کار خوب کرده باشی حساب اونم رسیده میشه. یه جای دیگه میگه که اگه کار بد بکنی اصلا به حسابتون نمی نویسیم، ده روزم بهتون مهلت میدیم که توبه کنید و مثلا فلان کنید، اگر حالا بعد از ده روز نکردی به اندازه همون گناهی که کردی برات به حسابت میرسیم، ولی اگه کار خوب بکنی ده برابر به امتیاز برات میذاریم. پس یعنی چی؟ یعنی خداوند احرام ارامی دنبال یه بهانه میگرده که ما رو ببخشه، غفوره، جزو اصلا صفاتش غفوره، یعنی بخشنده است، مراقب است، منتظر هزار یک جور بهانه میگرده که یه جوری ما رو ببخشه، یه جوری ما این صلاحیت برای خودمون به وجود بیاریم که بخشیده بشیم و به بهشت خداوند بریم. حتی میگه اگر رفتی یه چیزی ترسوندت، مؤمن، آدم مؤمن، یه چیزی مثل یه کسی یه پقی کرد، تو ترسیدی، خداوند اینو کفاره گناهانت قرار میده. یه سختی برای پیش اومد، خداوند کفاره گناهان برات قرار میده. رفتی تو بارون خیس شدی، اذیت شدی زیر بارون، خداوند اینو کفاره گناهانت. خیلی جالبه، عین این داستان در شاهنامه است. اونجایی که در خان چهارم اگر اشتباه نکنم، که رستم در خان چهارم میاد به یه بیابان گرفتار میشه، بیابان خشک گرم بیاب و علفی که رخش از حال میره، میفته، رستم هم از رخش جدا میشه و یه چند قدمی، 50 قدمی، 10 قدمی، 20 قدمی یا هرچی میره، اونم از پا میفته و مرگ رو دیگه جلوی چشم خودش میبینه. میبینی چی میگه؟ میگه خدایا من به این گرفتاری افتادم به خاطر اینکه میخواستم برم پادشاه مملکت رو نجات بدم و به مردم خودم خدمت کنم. تو خودت میدونی که من در تمام زندگیم ایده غیر از خدمت به جامعه خودم نداشتم. حالا که دارم در این به این سختی دارم میمیرم، این رو کفاره گناهان من قرار بده. ببین چقدر این مطلب زیباست از زبان یک پهلوان. خدایا این مرگ من رو، این سختی هایی که من کشیدم رو، این رو کفاره گناهان من قرار بده، که حالا یا میدونستم یا نمیدونستم و گرفتار شد. که بعد یه دفعه میبینه یه آهوی اومد و این آهوری که میبینه میگه این اگر آهو اینجا هست حتما آبی باید. بعد آهو رو به زور تعقیب میکنه، میبینه مثلا 20 متر اونورتر یه چشمه آبی، بعد چشمه آب رو میبینه و بعد نجات پیدا میکنه. ادامه میخوام بگم این نکته خیلی جالب. بعد میگه که من با دو بال خوف و رجا تا پارسال پرواز میکنم مثل زاهدان، اما الان به گونه ای دارم حرکت میکنم که بال و پر و پا رو اصلا تشخیص نمیدم. یعنی چی؟ بر بال عشق حرکت میکنم دیگه، با بال خوف و رجا حرکت میکنم، بر بال عشق حرکت میکنم. از چهره زار چو زرم بود شکایت، رستم زشم آید چو زر از زار ندارد.
میگه من تا چند وقت پیش تا دیروز تا فلان ناراحت بودم که چرا چهره من زاره و زرد شده در این به اصطلاح سختی هایی که در مسیر عشق قرار میگیرم، اما حالا به مرحله ای رسیدم که دیگه شکایت برای من مفهوم نداره و به اصطلاح دیگه تشخیصی بین زر و زار نمیدم، زر و زار برای من دیگه یکی شد. خب از کار جان کور با بد مردم عاشق، اما نه چون من خود که کر از کار ندارم. میگه آدم های عاشق از کار جهان کورن. تازه این که از کار جهان کورن یعنی چی؟ یعنی بی توجه به زخارف دنیایی هستن. اما تازه اونا مثل من هم نیستن که من دیگه اصلا کر و کور و نمیدونم کار رو اصلا تشخیص نمیدم. یعنی من یه مرحله از عدم وابستگی به جهانم گذشتم، یه مرحله بالاتر رفتم که اون مثل داستان موسی و شبان و که موسی گفتش که وقتی رفت شبان رو دید، وقتی که مورد عتاب خطاب خداوند قرار گرفت، گفت شبان دید گفت هیچ ترتیبی و آدابی مجو هر چه می‌خواد دل تنگت بگو. اون گفت موسی من از آن بگذشتم، من کنون در خون خود آغشتم. توجه کردی؟ میگه من دیگه از اون مرحله گذشتم که با خدا معاشقه میکردم و چنین و چنان، دیگه از اون مرحله من رد شدم، من دیگه در خونه خودم غرقم، من دیگه نیستم، من فنا، من وجود دیگه ندارم که بخوام حالا با خدا اصلا معاشقه کنم. تو وقتی با او معاشقه میکنی که خودتو یه طرف میبینی، او رو یه طرف دیگه میبینی و با او معاشقه میکنی، وگرنه وقتی که تو با او ادغام شدی دیگه چه معاشقه میخوای بکنی؟ خیلی نکته ظریفه. اینم همینه دارم میگه، میگه جولاهی تر دامن ما تار بدرمی، میگفت زمستی که تر از تار ندان. جولاهی یعنی بافنده، بافندگان. جولاهی تر دامن ما تار بدرمی، تر دامنم یعنی گناهکار. میگه اون بافنده یعنی اون همین به صلاح، حالا اگر اینو زبان خودش مشخص کنه یا خودش رو بگه، میگه این تار وجود رو با پری، اونی که داشت بافندگی میکرد تار و پود این چیز رو برید، پاره کرد، این فرش رو پاره کرد، یعنی دیگه فرشی وجود نداره. و از روی مستی میگفتش که من تر و تار رو اصلا تشخیص نمیدم، یعنی محو شدم، نابود شدم، چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندارم. میگه من مثل چنگ هستم. ببینید چنگ ابزاره و صدای موسیقی ازش برمی آید، اما چنگ به خودی خود که صدا نمیده که. یک نفر چنگ نواز چنگ رو می نوازد و صدا می آید. مولانا چی میخواد به ما بگه در اینجا؟ داره به ما تلویحا میخواد بگه که من اگر دارم سخن میگویم، این من نیستم که سخن میگویم، کسی دیگری است که از زبان من سخن میگویم. دقت میکنی؟ میگه چون چنگم از زمزمه خود خبرم نیست. میگه من چنگم، دارم زمزمه هم میکنم، اما خودم نمیفهمم دارم چی میگم، یه کسی دیگه ای داره منو مینوازه. اسرار همی گویم و اسرار ندانم، من دارم اسرار رو میگم اما اسرار رو هم درک نمی کنم، کسی دیگه ای از زمان من میگویم. مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همی سازم و بازار ندارم. میگه من معیارم در بازار، یعنی چی؟ مثل ترازو، ترازو معیاره، باش اندازه گیری میکنن این چقدر اون چقدر با هم میسنجن، مثل گزم معیار طول هستن، یه گز دو گز. میگه من بازار سازم ولی بازار رو خودم درک نمیکنم، ولی واقعا همینطوره دیگه، چون گز که همین متر که درکی از بازار نداره، اون کسی که با متر اندازه گیری میکنه درکی از اندازه داره و میگه که مثلا اینقدر پارچه، اینقدر مثلا پارا، یا اینقدر کیلوگرم چه میدونم طلا یا نقره یا کالاهای دیگه. خب در اسبه عشق هم چو قلم بی خود و مستر، تومار نویسم من و تومار ندارم. این دیگه فوق العاده است. اسبع عشق یعنی
انگوش اسبع یعنی انگوش، انگوش عشق. میگه من مثل قلمی هستم که در دست عشق قرار گرفتم و از خودم بیخود هستم و مضطرم. تومار با من نوشته میشود و خود من نمیدونم این تومار چیست. یعنی یک کسی دیگه‌ای با وجود من دارد توماری را می‌نویسد. تمام اینها رو تلویحا میخواد بگی که من که دارم تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. من تا وقتی که هوشیارم اصلا حرف نمیتونم بزنم. وقتی از خود بی خود میشم دیگری از زبان من سخن میگوید. خب این از این. امروز چون دیگه وقتمون کم شد، من از مولانا عذرخواهی میکنم، به یک شعر بسنده میکنم، میریم سراغ جناب حافظ عزیز بزرگوارمون. غزل 220 رو باید بخونیم. من با اجازتون میرم روی غزل 220 ببینم که خب اوکی، اینم غزل 220. به 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 به، جناب حافظ چی میگه؟ از دیده خون، از دیده خون دل همه بر بر رو، از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. به به، چه تعبیر زیبایی به کار برد. برباد اگر رود دل ما زان، چه ایهام بسیار زیبایی در این شعر. حالا من میدونم استاد علایی بسیار حرف مثل این داره که بزنم. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، برباد اگر رود دل ما زان هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قوا. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا نبود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب، ما را به آب دیده شب و روز ماجراست. زان ره گذر که به سر، زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. خب. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. خب دیگه از دیده خون دل همه بر روی ما، دل دیده من با دل من در ارتباطه و خون دل من از دیده من جاری می شود بر صورت من. یعنی چی؟ من یعنی من خون گریه می کنم. از دیده خون دل همه بر روی. به بیان دیگه هم هستش که دیده من چیزی را می بیند و خون دل برای من ایجاد می کند که در قالب عشق از چشم من جاری. بر روی ما زدیده چه گویم چه ها رود. میگه روی ما صورت ما میشه. من چی بگم که این دیده من چه بلاها به سر من میآورد. حالا یکیش هم اینه که خون دل بر ما جاری میکنه. ما در درون سینه هوایی نهفته. این خیلی قشنگه. یک ایهام فوق العاده زیباست. یکی این که بله، شما اگر شنا بکنید حتما دوستان آگاه هستن، شنا اگه بکنید هوا رو بگیرید توی سینه‌تون نگه دارید، راحت به پشت میتونید روی آب بخوابید و روی آب شناور باقی میمونید. اونایی که شنا بلدن میدونن این کار آسونیه. خود من خیلی زیاد انجام میدم وقتی میرم استخر، این کار انجام میشه. میگه ما در درون سینه هوایی نهاده ایم، بر باد اگر ربد دل ما زان هوا. حالا یکی این که هوای تو سینه بگیرید، برباد اگر رود دل ما زان هوا. اگر دل ما برباد برز از آن هوا. اما این منظور شاعر نیست. منظور شاعر بسیار عمیق‌تر است. میگه ما یه حال و هوایی در دل ما داریم، در سینه ما داریم، یه هوایی داریم، یعنی یه منظوری داریم، یه قصدی داریم، یه غرضی در سینه ما وجود
برباد اگر رود دل ما زان هوا رود. دل ما اگر به باد میره نابود میشه به خاطر اون هواییست که در سینه ما وجود دارد. من بهترین تعبیری که به ذهنم میرسه خورشید خاوری کنار از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. خورشید خاوری، خورشید خاوری یعنی چی؟ یعنی خورشیدی که از شرق چیکار میکنه؟ طلوع میکنه. ببینید تصویرسازی چقدر زیباست. یادتون باشه ماه در شبگیر یعنی آغاز طلوع آفتاب، شبگیر کلمه‌ای است که در فردوسی زیاد به کار برده میشه. شبگیر یعنی وقتی که شب گرفته میشود، یعنی آغاز اون که نور خورشید بخواهد بیرون بیاد. خب آغاز این که نور خورشید بخواهد بیرون بیاد زمانی است که ماه چیکار میکند؟ غروب میکند. در واقع ماه در صبحگاه غروب میکنه که خورشید میاد بالا. میگه خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک. میگه خورشید به اصطلاح خاور شرق از حسادت جامه خودش چاک میکنه. یعنی چی؟ یعنی خورشید بیرون میاد و خودش نشون میده. بعد گر ماه مهر پرور من در قبا رود. وقتی که اگر ماه مهر پرور من توی قبا میره، یعنی خودش رو در غروب فروده. چه تصویر سازی زیبایی رو اینجا به کار برده. پس برابری خب بر خاک راه یار نهادیم روی خویش، بر روی ما رواست اگر آشنا. میگه من بس روی خودم رو، صورت خودم رو بر روی خاک مسیر معشوق قرار دادم. یعنی نهایت تواضع و کوچکی خود در مقابل معشوق، و رواست که آشنایی مثل معشوق پای خودش رو بر صورت من بگذارد و عبور کنه. یعنی من انقدر به اصطلاح اظهار کوچکی و بندگی در مقابل او دارم که روا می دارم که او پا بر صورت من بگذارد و عبور کند. او که آشنایی سیل است آب دیده، هر کس که بگذرد گر خود دلش سنگ بود هم ز جا رود. دیگه آب دیده من مانند سیل جاری است و هر کسی که حتی اگر دلش از سنگ خارا ساخته شده باشد، شدت سیلاب سیل عشق من چنان است که این سنگ خارا را هم آورد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که حال من رو ببینه بر من دلسوزی میکنه در این به اصطلاح هجرانی که از به اصطلاح یا زجری که از هجران معشوق دارم میکشم. ما را به آب دیده شب و روز ماجراست زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. خب میگه من با آب دیده روز شب ماجراها دارم، یعنی هر روز دارم گریه میکنم، هر روز دارم غصه میخورم. به چی دارم غصه میخورم؟ زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. از اینکه چرا اون ره گذر از کوی دوست من دارد چی عبور میکنه. یکی این معنی رو میده، یکی هم این که شاید منظورش این باشه که چشم من محل به اصطلاح حضور معشوق من است و من با این آب چشم خودم ماجراها دارم که چرا از در اون مسیری که جای معشوق منه داری عبور کنی، یعنی از چشم من داری عبور، این گریه چرا داری میای؟ اینجا محلی است که این معشوق من در چشم من جای داره. این هر دو معنی رو میشه ازش استفاده. حافظ به کوی میکده دائم به صدق دل چون صوفیان صومعه‌دار از صفا رود. میگه که حافظ به کوی میکده دائم به صدق دل، میگه من حافظ در کوی میکده همواره با صدق دل حرکت میکنم. یعنی چی؟ یعنی دارم میرم به کوی میکده. میکده عشق دیگه، حالا میکده زمینی میخواد بشه میکده آسمانی فرق نمیکنه. میگه من با صدق دل در اونجا مثل کی؟
مثل صوفیانی که صومعه دار شدن. دقت کنید، صوفیان با صومعه در تضاد کاملا. صوفیان از دیدگاه حافظ انسان‌های کار درستی نیستن، انسان‌های متظاهرن، معمولا با اینا بد برخورد میکنه و در واقع صومعه رو محل خراباتیان میدونه. مرتب میگه پیر من در صومعه اینجوری اونجوری دیگه. اما آن صوفیانی که صومعه دار شدن، یعنی جامعه و یا اون خرقه ریا رو در آوردن و در صومعه عشق به اصطلاح جایگزین شدن و صومعه دار عشق شدن، میگه حافظ به اصطلاح مرتباً مثل اون صوفیان صومعه دار از سر صدق به میکده عشق مرتب داره چیکار میکنه؟ میره و در اونجا از باده عشق سرمست میشه. خیلی ممنونم از توجهتون. دیگه امشب فقط تونستیم که یکی یه شعر از این حافظ و چیز بخونیم. ممنونم که توجه داشتید. اگر نکته‌ای مطلبی، خیلی ممنونم از لطفتون، هست بفرمایید که استفاده بکنیم و بعد دیگه خداحافظی کنیم. بفرمایید استاد علایی بزرگ. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. بله. بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. اولا در مصرع اول هوا همونطور که فرمودی ایهام، یکی آرزو، یکی آه سردی که می کشیم در فراق یار، ناراحتی آه سرد. با مصرع دوم هوا با هوا جناس تامه. دو تا هوا در دو معنی مختلف به کار رفته، هم ایهامه هم جناس تامه. بله. خون دل استعاره از عشق بود. بله. خون دل ما خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک. گر ماه مهر پرور من در قبا رود. خیلی جالبه، خیلی عمیق کار حافظ، هم ترکیباتش هم واژه ها به جای خودش. مولانا نه انتقاد بکنم، مثلا اون غزلی که شما فرمودی همش مستی و بیخبری مولانا بود. بله. هر واژه های واج آرائی با واجها کار میکنن، ولی در غزل حافظ کلمات به جای خود، معنی به جای خود، خیلی آرایه های ادبی به جای خود. در ماه مهر پرور من در قبا رود، خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک. جامه چاک کردن استعاره برای مکنیه است، تشخیصه، چون جامعه آی فرهنگ دقت بفرمایید مربوط به انسان میشه. تشخیص استعاره مکنیه است. ماه مهر ایهامه، یکی محبت، یکی خورشید. با ماه مراعات نظیر شد، ایهام تناسب داره. مهر ایهام تناسب، اوور ماه. ببینید چه کلمات در چه آرایه‌ای با چه عبارتی به کار برد. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک. خورشید در مقابل معشوق زیبای من جامه چاک کند، یعنی ارزشی ندارد. حالا ماه مهر خود معشوقشه. ماه مهر پرور من در قبا رود. اگر ای با لباس حرکت بکنه، خورشید لباسش پاره میکنه. خورشید جامه پاره کردن یک احترامی بود نسبت به دیگری میذاشتن. جامه دران در واقع. بله. حافظ میگه ماجرا و کم کن و بازا و که مرا مردم چشم جامعه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. بله.
صوفیان و صومعه مراعات نظیر بود و خیلی جالب کار حافظ جالب واقعا خیلی آسمانی خیلی آسمانی هم آرایش هم معنی واژه ها هم به جای معنی جمله ها برخلاف شاعرای دیگر واقعا خیلی باید من بگم نفر اوله من جناب علایی همیشه این تعبیر رو به کار میبرم میگم که انصافا حافظ با کلمات جواهرسازی میکنه یعنی واقعا اصلا جواهرسازی میکنه اینا رو کلمات رو با گونیا و نقاله و همه این چیزا اندازه‌گیری کرده اینا رو میچینه کنار هم اونگونه که استحکام داره زیبایی داره تراش خورده و مفاهیم و زیبایی خود کلمه فوق‌العاده است البته من شنیدم که حافظ 5 بار دیوان خودش رو تصحیح کرده و برخلاف مولانا که حتی یه بارم نگاه نکرده به اشعاری که سروده و گفته و رفته خیلی این دوتا با هم متفاوت هم اون یک به اصطلاح ویژگی های خاص خودش رو داره این هم ویژگی های واقعا خاص خودش از نظر آرایه های ادبی داره که حالا بزرگوارانی مثل شما آقای فرهنگ و دیگران اینا رو خوب درک میکنید همونطور که فرمودی کار حافظ مثل فرش کاشانی ریزباب طرحهای عزیز نقشه عزیز بافتش خیلی ظریف و زیبا بله اصلاً قابل جدایی نیست کلماتش از هم حالا ما بخواییم هر کلمه ای در مصرع حافظ هیچ کسی قادر نیست کلمه دیگه جاش بداره ولی در شعر سعدی و فردوسی و دیگران میشه این کار کرد در شعر غیر ممکن عرض کنم که به همین دلیل جناب علایی جناب دکتر چایچی که حافظ شاعر برگزیده مردم ماست کلن ببینید اینقدر که دیوان حافظ هست و به حافظ پناه میبرند در مراسم شب چله شب عید سر سفره عقد و مراسم دیگه به دیوان حافظ رجوع میکنند به شعرهای دیگه رجوع نمیکنند این واقعا شاعر برگزیده مردم ماست به همین دلیله فرمایید چون درست فرمودید از ابعاد یعنی چند بعدیه شعر حافظ هر کس به سهم خودش در با هر سوادی که داره یک استنباطی از شعر حافظ داره و هرچی یه لوتر آدم میره این ابعاد چند گانه رو بهتر درک میکنه و میفهمه بله این آتش در خصوص همین که الان فرمودید این آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت بله این آقای الهی قمشه‌ای توی یکی از سخنرانی‌هاشون که من گوش میکردم خیلی جالب بود که یه وقت خواستید بریم مسافرت و خواستید که یک دیوان شعر از شاعر را خودتون ببرید کافیست که فقط دیوان شعر حافظ را ببرید تقریبا بقیه شاعرها را همه را دادید تو همون دیوان همه شاعرهای دیگه به نوعی حضور دارن این عرض نظر ایشون بود من فقط نقل قول دارم میکنم به طور مستقیم خیلی جالب بود این مسئله این مطلب به هر حال دیگه خدا رو شکر واقعا خدا رو 100,000 باش رو که ما در وادی از فرهنگ به وجود اومدیم متولد شدیم و بزرگ شدیم که بزرگانی مثل سعدی، حافظ، مولانا و نمیدونم سایر بزرگان که میشناسیم حکیم عمر خیام، عطار نیشابوری واقعا من فکر نمی کنم خیلی از جوامع باشند که همچین غنایی در فرهنگشون وجود داشته باشه و ما باید بسیار مفتخر باشیم و خداوند رو شکرگزار باشیم. برها خیلی ممنونم از شما بزرگانان هم که ممنون از شما واقعا من یه پرسش خواهش میکنم بفهمید خانم جولاهه فرمودید که نساج بافنده میشه عنکبوت هم میشه بله اونم میتونه باشه بله. خیلی ممنون خب
دیگه اگر مطلبی نیست من تشکر میکنم از حضور همه شما بزرگواران و شما رو خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله تا هفته آینده که باز در خدمتون باشیم و استفاده کنیم از محضر شما بزرگواران. خیلی ممنونم. خدا متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.